سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی بهترین زندگی برای شما هممیهنان عزیز، دوستان گرامی، تماشاگران محترم، ادامه می دهیم برنامه نقاب، تاریخچه سازمانهای جاسوسی و ضد جاسوسی. کتاب های زیادی در این باره منتشر شده. عرض شود که در مورد سوابق فعالیت های اطلاعاتی ایرانیان در دوران مختلف، کما اینکه آلن دالس هم در کتاب هنر اطلاعات به ایران اشاره میکنه، به کارهای داریوش، به کارهای خشایارشاه. ولی اون کاری که ما میکردیم یک کار نظامی بود، یعنی دولت ایران وقتی میخواست قشون کشی کنه رفتارش یک رفتار انسانی و جوانمردانه بود و شما میدونید که به محض اینکه تسلیم میشدن دولت ایران از هر گونه کشتار، مزاحمت نوامیس، سوزاندن خانه ها، آتش زدن کتابخانه ها خودداری میکرد. یعنی ما نمیتونیم آنچه که در ایران میگذشت و بیشتر جنبه عملیات نظامی اطلاعات برای فتوحات داشت و با اون کاری که مثلا کاگبه میکرد یا گهایم اشتاتس پولیتسیا یعنی گشتاپو میکرد یا استی میکرد مال آلمان و یا سی آی ای میکنه یا همینطور انتلیجنس سرویس، ما اینا رو نمیتونیم مقایسه کنیم. اهداف بیشتر نظامی بود و در کمال جوانمردی رفتار میکردن. شما نگاه کنید در این مملکت عرض شود که اسیران جنگی روم رو نمی کشتن، سر نمی بریدن، می اومدن سد می ساختن، جاده می ساختن، ساختمان های قشنگ می ساختن. بنابراین اینها فرق می کنه با مثلا عملیات جاسوسی اسرائیل که در یکی از فیلم ها من دیدم کسانی که مخالف بودن تو اسید می انداختن و نابود می کردن. اگر کسی رو به دام انداخته بودن برای اینکه بیرون نره از اون هتل، در اسید سه نفر اومدن در اسید طرف رو نابود کردن. یا ترورهای کور در یکی از کتابهای مربوط به سازمان موساد که یه سازمان همتام داره به نام شیمبت و یک سازمانی به نام آمان، در اینا من خوندم که میرن در نروژ یک کسی رو میکشن، راننده تاکسی عرب بوده، اینه به جای یک نفر به اصطلاح چریکای فلسطینی بیچاره رو میکشند، خانواده داشته، آدم بیگناهی بوده، فقط شباهت سوری. بعد میگه ما این شخصی که کشتیم بیگناه کشتیم. از این کارا میکردن ایرانی‌ها در کارهای اطلاعاتی که بعد از دوران رضاشاه یک مقدار تشدید شد به خاطر اینکه چند تا کمیته کشف شد. کمیته مخفی پستخانه، تمام نامه‌های عرش و سفارتخانه‌ها و وزارت جنگ و ارکان دولتی رو در پستخانه تهران چند نفر داشتن. این کمیته پستخانه معروفه، سازمان جاسوسی پستخانه، که یک شاهزاده قاجار هم تیربارون شد، چند نفر گرفتن، بس که دو نفر از اینا تیربارون شدن، باقی به زندانهای طویل المدت. یا اینکه شبکه ستاد ارتش، شبکه وزارت جنگ، که نامه ها همه کپی میشد. اینا رو من براتون خواهم گفت که نامه ها رو می بردن شبانه، حتی این پاکت رو باز می کردن، یعنی توی کنار آب گرم می زاشتن، آب جوش با بخار آب جوش اینو باز می کردن، مور هم داشتن. اینا که مور می زدن، سفارت انگلیس، سفارت آلمان، سفارت فرانسه، سفارت ترکیه، مهران هم باز می کردن. فقط این نامه ها 24 ساعت دیرتر به مقصد اعلام می شد. تمام عرض شود که مضمون نامه ها یا از روش رو نویسی می شد یا با دوربین عکاسی. اون موقع چون دستگاه فوتوکوپی و زیراکس اینا در دنیا نبود، عکس برداری می کردن و همه سو اطلاع داشتن. مجله لایف در سال 1954 نوشت شبکه جاسوسی روسیه در ایران به قدری قویه که اتفاقی نیست که در ایران روی بده و سازمان NKVD از آن مطلع نباشه. این کسانی که اینا رو میکردن جوانان ساده ایرانی بودن،
بسیار آدم های شریفی بودن. یه سری افسرهای ارتش جوان بودن و خب اینا ناراضی بودن از وضعیت، از حقوق، از زندگی، از مشاهده اطراف، از وضعیت دهقانان، از وضعیت کشاورزان، کارگران. اینا رو اغوا میکردن و اینا رو مجانی، یعنی هر اتفاقی میافتاد اینا باید گزارش بدن، یک سندی بدن که بده جای دیگه. همین کارم آمریکایی‌ها میکردن. من دوستی داشتم آقای سرهنگ قادسی، دکتر قادسی، اخیراً فوت کرد. گفت ما رفتیم آمریکا. اینو من یه بار تو این برنامه گفتم، فقط یه اشاره میکنم. گفت ما 6 سال عرض شود که بورسیه بودیم، بهترین دانشگاه آمریکا درس خوندم، خانومش هم اجازه دادم بیاد، برای اینکه اون موقع ارتش میگفت وقتی بورس طولانیه ایشون دکتراشو گرفت. گفت روز آخر به ما پیشنهاد جاسوسی کردن علنا، گفتن شما برگردی ایران درجه سرتیپی جنرالی میگیری به شرط که تمام اتفاقات که میفته به این شخص در فلان اداره در فلان جا گزارش به ما بدید. حالا مفصلی که به موقع خواهم گفت، گفت چه بلایی سر من اومد، چه اتفاقاتی افتاد در سال 1954، 55، 56 قبل از انقلاب. ناپلئون تصمیم میگیره که با ایران رابطه داشته باشه. فتحعلی شاه به خاطر حملاتی که ارتش روسیه میکرد، کاترین وقتی میمیره پاول پسرش درست مخالف مادرش بوده، از اون جنرال عرض شود والریان زوبوف هم که محبوب مادرش بوده خیلی بدش میاد، بنابراین اونو احضار میکنه از دشت مغان، وستود به دشت مغان، تبریز رو تهدید میکرد و پایان میده. حتی در صدد عرض شود اتحاد با ناپلئون بر میاد، اما میکشنش. شبانه یه دی میرن تو اتاقش، امپراتور روسیه، تزار روسیه رو خفه میکنن. پسر جوانش به نام الکساندر که در تاریخ ایران خیلی نقش داره، فکر کنم ما عکسشو داشته باشیم، نقاشیشو به شما نشون میدیم، پسرش میاد جانشینش میشه و این شخص کاملا در اختیار انگلیسی هاست. بنابراین این دوره اتحاد موقت روسیه با فرانسه تموم میشه و بعد این کسانی که میان میخوان عرض شود که برسن به خلیج فارس. جانشینان پتر کبیر حتی در زمان دولت شوروی استالین دنبال رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس بود. یک جنرال روسی به نام پالیتزین، رئیس رکن دو ارتش روسیه تزاریه، در 1901 گفته در کتاب روسیه و انگلستان رقابت امپریالیسم که در آمریکا چاپ کرده دکتر فیروز کاظم‌زاده، نکات جالبی داره برای اینکه به اسناد روسیه و اسناد آمریکا کاملا دسترسی داشته. گفته پالیتزین گفته زمانی عظمت و اقتدار روسیه کامل میشه که پرچم ما در چابهار به اهتزاز در بیاد، پرچم عقاب دو سرنشان روسیه تزاری. و تاریخ به ما یاد داده که ما تا سال 1917-1296 در بندر آشوراده، در جزیره آشوراده کنار شبه جزیره میانکاله، پرچم روسیه تزاری در اهتزاز بود. میگفتن جنوبی ترین نقطه روسیه و به فاصله تقریبا 4-5 کیلومتر تا خاک ایران روسا نمی رفتن. آشوراده یک کاملا بندر روسی بوده، کنارش هم کشتی گذاشته بودن، کشتی ها رو به زمین میخکوب کرده بودن. شما خاطرات عرشبد اعتماد السلطنه 1292 رو بخونید، یک تک به اصطلاح مونوگرافی داره درباره آشوراده که میگه من رفتم دیدم اش روسیه، تمام ساختمان ها، مغازه ها و اونایی که کم و کس دارن کشتی های کهنه رو آوردن کوبیدن و قرار بوده که میانکالم از ایران جدا بشه، استرآبادم جدا بشه، برنامه داشتن که 1907 این کارو بکنن. در قرن 17 نویسندگان، مورخین، کشیشان و سیاهان زیادی به ایران اومدن که شما حتما اسم اینا رو شنیدید، شاردن، شوالیه شاردن. این یک افسر ارتش فرانسه بود، ضمناً شغل جواهر فروشی رو پیشه کرده بود و حدود فکر کنم 10 سال در ایران بود. تاورنیه
تاورنی هم جواهر فروش جان باپتیست تاورنیه. ببینید چرا اینا رو من اشاره میکنم، برای اینکه پتر کبیر وقتی میخواد حمله کنه به داغستان و بیاد به طرف گیلان، گفته من کتاب شاردن خوندم، خیلی تحت تاثیر شاردن، کتاب 10 جلدیش که الان هم ترجمه شده، چندین بار ترجمه شده و موجوده، قرار گرفته بود. شخصی به نام آدام اولیاریوس کشیش بوده، کشیش بسیار باسواد، دکتر، در زمان شاه صفی اومده ایران و اطلاعات بسیار مبسوطی از ایران میده. مثلا درباره شیلات، برای شما جالبه که شیلات دریای کاسبی، دریای خزر که اسم واقعیش کاسبی هستش، یا دریای مازندران، آنگونه که شاه عباس در دوران سلطنتش اسم این دریا رو کرد مازندران، در اینجا شیلات و یک ثروت جذابی بود که روسا می بردن. اشاره می کنم به چاهای نفت، چاهای نفت در اطراف دریای عرشبت خزر بوده و جالبه که ابو دلف اون سیاح قرون وسطا اومده به چاهای نفت اشاره میکنه، چشمه‌های نفت میجوشید، حتی خلفای عباسی مالیات میگرفتن. اینا همه در قرن 19 وقتی که نفت فهمیدن چقدر بهتر از زغال سنگه مرتوجه واقع میشه. انگلبرت کمفر، ایشون دکتر آلمانیه با سفیر سوئد فابرتیوس اومده به ایران از طریق پادشاه سوئد، چون فابرتیوس و پادشاه سوئد به ایران فرستاد. خیلی براتون جالبه، پیشنهاد کشتی رانی و کشتی سازی در دریای خزر رو با پادشاه ایران شاه سلیمان در میون میگذارن. اینا همه توجه اروپایی‌ها رو جلب کرده بود. اصفهان رقیب استانبول، اصفهان گرچه کنار دریا نیست ولی به دریای خزر یک جاده عالی کشیدن، جاده سنگفرش تا بندر اشرف، یعنی بهشهر امروز، تا بندر فرابور. تمام این به اصطلاح مطالبی که خارجی ها می نویسن، مخصوصا نقاشی های قشنگ کورنلیوس دو بروین، بندر عباس، بندر گامبرون، جایگزین آمستردام و لندنه، پولی که در بندر عباس، بندر گامبرون و جزیره هرمز به دست میاد برابر تجارت آمستردام و لندنه. خب اگر شما باشید عاشق این سرزمین نمیشی. همه موندن که آقا این کجاست، این ایران چه شهرتی داره. آلفونس گابریل نویسنده کتابی است به نام تحقیقات جغرافیایی درباره ایران، نوشته توصیفات آن سیاحان از ایران خیلی اغراق‌آمیز بود. وقتی می اومدن ایران، ثروت ایرانیا، لباسای قشنگ ایرانیا، اون دستارهای زربفت رو می دیدن، اصفهان رو می دیدن، بازار قیصریه رو در اصفهان می دیدن، ساختمانهای اصفهان رو می دیدن. عالی قاپو یک واقعا فوق‌العاده بود برای اونا. کاخ 40 ستون رو می دیدن. اینا می اومدن و خیلی هم اغراق می کردن که سرزمین افسانه‌ایه، چون رفتار ایرانی ها اصولا ایرانی مهربانی، از نظر رفتار متساهل ایرانی، مهمان نوازی ایرانی ها. همین آقای عرض شود که جوبر، آمد ایمیلین جوبر میگه هرچی در عثمانی با ما با خفت و خاری رفتار میکردن، از لحظه ای که وارد خاک ایران شدیم مهربانی ایرانی ها، آسمان درخشان ایران، لبخندایی که ایرانی‌ها داشتن. اینه که زمان صفویه هر خارجی میومد دولت ایران به حاکم دستور میاد ازش پذیرایی کنید، مهربانی کنید، براش آذوقه فراهم کنید. اینا باعث علاقه و اشتیاق خارجی‌ها به ایران میشد، یعنی تعجب میکردن. همین پیترو دلاواله میگه من رسیدم به اردبیل، 3 بار برای ما غذا آوردن، صبح برای ما غذا آوردن، ساعت 12 غذا آوردن، ساعت 6 بعد از ظهر غذا آوردن، صبحانه‌شون هم پلو و گوشت بود. یعنی دیگه این نبود مثلا نان و پنیر و عسل بدن. گفت ما یک وظیفه‌ای داریم در مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی، 2 جا بود که مهمانان مهمان بودن، یعنی هر خارجی، هر ایرانی میومد مهمان بود. یکی
اردبیل و یکی آستان قدس رضوی که پول اینا دولت تامین میکرد. این رفتار خوب ایرانی ها شهرت افسانه‌ای ایران رو به اروپا رساند. وقتی دولت صفوی سقوط میکنه نمیگن ایران رو محمود قلیزایی گرفته، نوشته انقلابات اخیر ایران. نگاهی به انقلابات، یعنی انقلابه یک گروهی در قندهار به خاطر رفتار بد گرگین خان و یا شهنواز خان قیام کردن. این بود که کتابایی که می نویسن همش تعریف از ایرانه. فرانسوی ها که گفتم اولیویه و برونیر به ایران میان، اینا بسیار دانشمند بودن. دستور به اینا میدن ما یک کاری کنیم که روابط دوستانه بین ایران و عرشبت که فرانسه ایجاد بشه. حاجی میرزا ابراهیم خان اعتماد الدوله با دقت ترجمه نامه دولت فرانسه را خوان. میگه به ما گفت بریم تجریش، قشنگترین خوش آباترین نقطه تهران تجریش بوده، گرما بوده، سه ماه اینا در تجریش بودن، خاطراتشون هم نوشتن. اسکات وارنینگ زیر عنوان یک سفر به شیراز کتاب خودشو در لندن در سال 1807 به چاپ میرساند. آنژ دو گاردان، همون پدر بزرگ کلود ماتیو گاردان، یک کتابی نوشته به نام مجله سفر در سال 1809 این چاپ شده. ایشون 100 سال پیش در ایران بوده، خیلی تعریف از ایران میکنه. اطلاعات مال قرن 17 هم بوده، یعنی این اطلاعاتی که اروپایی‌ها دریافت میکردن دیگه در دوران هرج و مرج بعد از نادرشاه تطبیق نمیکرد با دوران صفویه. ولی همین که نادرشاه در جنگ های متعدد دولت عثمانی رو در هم شکسته بود، همین که نادرشاه آقای جان التون روزنامه نگار و کشتی ساز و اقتصاددان انگلیسی رو آورده بود و به او مأموریت داده بود که در دریای خزر 6 تا کشتی توپدار بادبانی، 22 تا توپ داشتن هر کدوم، ساخته بود. در خلیج فارس هم محمد تقی خان، دریا سالار کلبلی خان و همینطور دریا سالار لطیف خان، نیروی دریایی ما 24 تا 30 چند کشتی ما داشتیم که توپدار بود و تمام خلیج فارس زیر نفوذ ایران بود. تا برنامه آینده که وارد مسئله عرض شود اعزام هیئت اطلاعاتی فرانسه به ایران اشاره بکنیم، به این هیئت فرانسوی که بیان به ایران و اینها مقدمه حضور هیئت‌های انگلیسی و بعد هیئت‌های روسی میشه در ایران. خدا نگهدار شما.